همیشه برای هممون غذا حس لذت و آرامش به همراه داشته و از درون خوشحالمون کرده، مخصوصا حس سیری بعد از غذا که یکی از بهترین لذت‌های دنیاست. ولی تو بعضی از نقاط جهان بعضی غذاها حس آرامش نمیدن، هیچ یک کمی هم ترسناکن. امروز با شما ایم که این غذاهای ترسناک و خطرناک رو با هم ببینیم. کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. سوپ خفاش یکی از عجیبترین غذاهای این لیسته که با ادویه زیاد توی کاسه بزرگ سرو میشه. فکر کنین تو همین لحظه خفاش بدبخت با چشای از حدقه بیرون اومده و دندونای نیشش به شما خیره شده. این غذا اونقدر مشمئز کننده هست که خیلی حاضر نیستن حتی امتحانش کنن. ولی تو شرق آسیا که به خزنده و پرنده رحم نمیکنن، خوردن خفاش چیز عجیبی نیست. میگن این غذا بار اول توسط ساکنان جزیره پالائو که از رژیم غذاییشون خسته شده بودن درست شده. چون همش ماهی میخوردن، یه روز افتادن دنبال خفاشای میوه‌خور و این غذای چندشو به وجود آوردن. فقط سوال اینه، بتمن چرا برای حفاظت از عموزاده‌هاش به این جزیره حمله نمی‌کنه؟ در زمانهای قدیم مردم سعی میکردن از تمام اجزای خوک یا گوسفند یا هر موجودی که میخوردن استفاده کنن و یه راهی برای استفاده اعضای مختلف بدن حیوان پیدا میکردن. خلاصه اینا برای اینکه دور ریزن داشته باشن از خون حیوان هم اومدن یه غذا ساختن. پودینگ سیاه یه سوسیس تشکیل شده از خون تازه خوکه که با پیاز و چند تا گیاه و ادویه و جو دوسر ساخته میشه. عطر و طعم غذا با وجود این ادویه‌ها کمی شیرینه، ولی خب مزه خون یه کمی توش حس میشه. البته به نظر من اگه کسی کمبود آهن داره این غذا باید براش مفید باشه. پودینگ سیاه رو معمولا برای صبحونه و به صورت سرخ شده سرو میکنن و اکثرا تو رستوران های سنتی بریتانیا و ایرلند پیدا میشه. یه پرنده کوچولو به نام اورتولان بانتینگ که کارش خوردن دانه و اینجور چیزا، سمت غرب آسیا زندگی میکنه و تو تابستون حتی به شمال ایران هم میاد و مسیر مهاجرتش به سمت مناطق استوایی آفریقاست. این پرنده بیچاره تو فرانسه غذای محبوب و سنتی به حساب میاد. با وجود قوانین محدود کننده زیاد تو فرانسه به خاطر تعداد کم این پرنده، بازم یه عده حمال چیکارش میکنن که یه مراسم عجیب سنتی رو با شراب و گوشت این پرنده انجام بدن. طی این مراسم یه پارچه رو سرشون میندازن که اون زیر تاریک بشه. بعد گوشت این پرنده کوچولو رو شراب میخورن که مزهشو بهتر درک کنن. من که اسم میکنم کسی که اولین بار این پرنده رو شکار کرده خواسته مردم رو سر کارشون بذاره و این فیلم آخرش سرشون در آورده، وگرنه اصلا منطقی نیست. آخه چرا زیر دستمال برن غذا بخورن؟ همیشه ما از این میترسیدیم که یه خوراکی رو زمین باعث جذب حیوانات موذی مثل موش بشه، چون کلا موش رو حیوان ناخوشایندی میدونستیم. ولی تو بعضی از نقاط دنیا موش یه وعده غذایی لذیذ به حساب میاد و تو بعضی نقاط هم یه وعده غذایی ثابته. کلا موش جانور عجیبی و دیدنش برای من به شخصه حال بهم زنه، ولی این اقوام از شکم و روده و جگر و بیضه جنین موش برای پخت غذای مورد علاقهشون استفاده میکنن. فقط نمیدونم چرا جنین موش بیضش چرا باید غذا بشه اصلا. کلا این مردم انگار به جوندگان ارادت خاصی دارن. از موشای خانگی گرفته تا گونه وحشی موش که تو جنگل زندگی میکنه از دست این مردمان در امان نیست. قسمت‌های جذاب و خوشمزه موش هم میگن دم و پای موشه. خب اگه هنوز بالا نیاوردین بریم سراغ غذای بعدی لیست. این غذا به خاطر ظاهر نرم و وول خوردنش کمی ترسناک یا شاید هم حال به همزن به نظر برسه، ولی خب کسایی که امتحانش کردن به شدت از مزه و ساختارش راضی بودن. تو پاپاگینه نو این رابای کوچولو رو به سیخ میذارن و با یه سس عسلی کباب میکنن و میخورن، یا یه وقتایی هم به صورت سوپ مصرف میکنن. در واقع این رابای کوچولو به شدت سرشار از پروتئین و مواد مغذیان. نوع خوردنش هم اینجوریه که راب رو در دهان میذارن و از قسمت سر میکشن، بعد بقیه بدنش جدا میشه و میخورن. اون قسمت هم که از سرش به داخل بدنش راه داشته و متصل بوده اونو میندازن دور. این همچین چیزی. مزهش هم میگن کمی شیرین و آجیلیه. به نظرم تو کل این لیست این غذا از همه کمتر چندش بود، ولی در مقایسه با خفاش خداوکیلی این ظاهر بهتری داره. در شهر سوکان در کامبوج یه غذای ترسناک و خطرناک البته محبوب وجود داره که از دیرباز مردم این نواحی دارن از خوردنش لذت میبرن. بازار این شهر بیشتر به اقامتگاه عنکبوتا شبیه تا محل فروش مواد غذایی و هر طرف پر از حشرهای ترسناکه. افراد محلی هم با سرخ کردن این عنکبوتای بزرگ با سبزیجات و نودل و برنج و اینجور چیزا از گردشگرا مهمان نوازی میکنن. عنکبوتا به خاطر تعداد زیادشون باعث آلودگی شهر سوکان و اون منطقه شده بودن، ولی یه قحطی و کمبود غذا باعث شد که ساکنان تصمیم بگیرن این حیوان نچسب رو به سبد غذایشون بچسبونن. ولی من میگم شیر وسط قحطی علف نمیخوره. شما هم گوشت موندین خداوکیلی از این چیزا نخورین. مرسی.
همه ما با خاویار، خواصش، ظاهرش و البته با قیمتش آشنا هستیم. ولی در مکزیک به یه مدل تخم مورچه و حشره خاویار میگن که معروف به خاویار مکزیکی. آهواتل، البته نمیدونم درست تلفظ کردم یا نه، که معنیش دانه لذت یا تخم شناوره، از نظر آستکا غذای خدایان به حساب میومده. این تخما با کره سرخ میشن و روی سالسای سبز ریخته و خورده میشن. کاری به رژیم غذایی خدایان آستک ندارم، ولی این غذا به اندازه کافی چندشاوره. امپراتور آستکا عادت داشته این تخما رو هر روز صبح میل میکرده و به نظر خودش باعث تقویتش میشده. البته جدا از خدایان، اینکه امپراتور باشی و تخم مورچه بخوری هم خودش قابل درک نیست. معلیا میگن این غذا جایگاه ویژه‌ای در محضر خدای آتش آستکا داشته. وقتی قربانی رو میکشتن و قلبشو در میآوردن، از تخم این مورچه برای پر کردن سینه قربانی استفاده میکردن. کلا آستکا دید عجیبی نسبت به حشرات داشتن. مثلا میگفتن روح انسان توسط زنبورها به دنیای مردگان منتقل میشه. خب خدا رو شکر که زنبور نمیخوردن، وگرنه 50 سال طول میکشید قشنگ دنیا رو به باد بدن. ماهی بادکنکی یا ماهی فوگو تو کشور ژاپن یه غذای لوکس به حساب میاد و خیلی هم طرفدار داره. البته باید بگم که این ماهی به خاطر وجود مقدار زیادی سم تو بعضی از ارگانهای داخلی مثل روده و کبدش بسیار خطرناکه. این ماهی پوست سفیدی داره که روش خاله سیاه رنگی دیده میشه. برخلاف بالاهای کوچیکش، آرواره به شدت قوی داره. اگه قبل مصرف گازتون بگیره، رویه سرو غذا فکر کنم برعکس میشه. این ماهی از سیستم دفاعی جالبی برخورداره. وقتی خودشو تو خطر ببینه بدنشو باد میکنه، یعنی انقدر آب تو معده جمع میکنه که از حالت مستطیلی به دایره تبدیل میشه. برای همین بهش ماهی بادکنکی میگن. این ماهی که به انبار سم هم معروفه بسیار خطرناک و کشنده است. در واقع سم موجود تو اندامهای این ماهی 1200 بار قوی تر از سیانوره و این سم توسط باکتری های موجود در بدن ماهی تولید میشه. یعنی ماهی هایی که توی اسارت پرورش داده میشن این سمو ندارن. عوارض سم ماهی بادکنکی بسیار خطرناکه، چون مستقیما به سیستم عصبی شخص آسیب میزنه و آشپزی که این ماهی رو برای مشتری سرو میکنه باید حداقل 15 تا 20 سال آموزش سرو این ماهی رو ببینه. اگه ژاپن رفتین و اعصابتون به نابودی کشیده شد، حتما دلیلش ماهی بادکنکیه. میرسیم به آخرین مورد لیست. جدا از رژیم غذایی خدایان و امپراتور آستکا، بعضی افراد ثروتمند علاقه عجیبی به یه غذای چندش و عجیب دارن. مغز میمون یه غذای عجیب و گرونه که ثروتمندان در چین و بعضی نقاط دنیا به خوردنش علاقه دارن. بعضن افراد برای به رخ کشیدن ثروت یا شجاعتشون این غذا رو سفارش میدن. نحوه سرو این غذا هم خیلی به سری فیلم‌های ترسناک اره شبیه تا سرو غذا. آشپز میمون بدبخت رو زنده سر میز میاره. سر میمون رو سوراخ میکنه و وقتی این حیوان بخت برگشته از درد فریاد میکشه، مغزش رو تو بشقاب مشتری میذاره. الان تو چین هم سرو این غذا ممنوع شده، ولی هنوز هستن جاهایی در دنیا که به صورت غیرقانونی این غذا رو سرو میکنن. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما نظراتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. مرسی.